به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. غنی و مارشال دوستم در ارگ دیدار کردند. عشق صبح کابل. محمد اشرف غنی رئیس جمهور شام روز دوشنبه 18 اُحد با مارشال عبدالرشید دوستم معاون اول ازبق ریاست جمهوری در ارگ دیدار کرده است. چنان که اعلام شده است، محور گفتگوی دو طرف در این دیدار اوضاع جاری کشور، اجماع ملی برای موفقیت روند صلح و وضعیت امنیتی کشور بوده است. تا کنون ارگ ریاست جمهوری درباره این دیدار چیزی نگفته است، اما راحله دوستم با انتشار ویدیو این نشست در فیسبوکش گفته است که در این دیدار روی اوضاع جاری کشور و روند صلح گفتگو شده است. گفته شده است که این دیدار برای 1.5 ساعت دوام کرده است. در این نشست افزون برای جمهور و مارشال دوستم حمدالله موهب مشاور امنیت ملی، باطور دوستم عضو هیئت مذاکره کننده دولت و راحله دوستم منشی مجلس سنا نیز حضور داشتند. این نخستین دیدار رئیس جمهور غنی با مارشال دوستم پس از سیطای مارشالی است. مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی در 9 اُحد پس از 2 سال دوری از پایتخت از جوزجان به کابل برگشت. مارشال عبدالرشید دوستم در مقام اول ریاست جمهوری در دوران حکومت وحدت ملی روابط گای تیره با رئیس جمهور غنی داشت. مارشال دوستم در دورانی که معاون اول ریاست جمهوری بود برای مدت به صورت اعلام نشده در ترکیه در تبعید بود و خود نیز گفته بود که کسان مانع برگشت او به کشور شدند. او پس از تظاهرات گسترده‌ای که برای 3 هفته در شمال کشور که برای رهایی نظام الدین قیصری برای انداخته شد در سرطان سال 1397 به کشور بازگشت، اما به دفتر کارش حضور نمی‌یافت. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مارشال دوستم از عبدالله عبدالله حمایت کرد و پس از جنجال شدن انتخابات و امضای توافقنامه سیاسی عنوان مارشالی به دوستم اعطا شد. دیدار قیصاری با مارشال دوستم. فرمانده پیشین ولسوالی قیصار ولایت فاریاب با معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان دیدار کرد. با گزارش سپوتنیک، نظام الدین قیصاری با الحاج مارشال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون اول پیشین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان دیدار نمودند. گفته می شود که دو طرف روی اوضاع جاری، سیاسی، امنیتی و روند گفتگوهای صلح صحبت نمودند. نظام الدین قیصاری و مارشال دوستم بر ضرورت وحدت و انسجام در شرایط کنونی کشور تاکید نمودند. یادآوری می کنیم که قیصاری چند سال پیش از سوی نیروهای دولتی دستگیر و به کابل برده شد و نظامیانش دستگیر و خل صلاح شد. تفاهم علیپور با طالبان. والی بامیان گفته است که علیپور با طالبان تفاهم کرده است. به گزارش سپوتنیک به نقل از سلام وطندار، سید انور رحمتی والی بامیان به مناسبت 20مین سال روز تخریب پیکره های بودای بامیان در 9مین دور برنامه های فرهنگی شب با بودا گفته است که بر اساس شواهد علیپور با طالبان تفاهم کرده است. آقای رحمتی گفت گزارش ها و شایعات وجود دارد که علیپور با طالبان تفاهم کرده است. امیدوارم حقیقت نداشته باشد. وای میگوید که شمار از افراد مسلح علیپور در روستای آب نخره در نزدیکی کوتل حاجیگک جابجا شده است. والی بامیان می افزاید از طریق بزرگان ساحه کالو ولسوالی شیبر بامیان تلاش ها جریان دارد تا علیپور افرادش را از آب نقره ببرد، هرچند او تا کنون به تلاش های بزرگان محلی پاسخ مثبت نداده است. اما در همین حال محمد حسین توانا سخنگوی عبدالغنی علیپور این ادعاها را رد کرده و میگوید که هیچ گونه تفاهم و ارتباط میان علیپور و طالبان وجود ندارد. منبع: رایزنی های طالبان درباره پیشنویس توافقنامه پیشنهادی صلح در حال نهایی شدن است. منابع نزدیک به طالبان با ابراز این مطلب میگویند که تحرک‌های پسین آمریکا در روند صلح برای طالبان پذیرفتنی خواهند بود. با گزارش سپوتنیک به نقل از سلونیوز، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر دوره طالبان در اسلام آباد میگوید که تحرک‌های اخیر آمریکا در روند صلح نشان دهنده جدیت واشنگتن در پیروزی روند صلح‌اند. آقای ضعیف تاکید می‌ورزد که همین اکنون طالبان و آمریکا درباره یک طرح کاهش خشونت‌ها، رهایی زندانیان این گروه و بیرون شدن نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل کار می‌کنند و به پیشرفت‌های چشمگیری در این راستا صورت گرفته است.
زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دیدارش با نمایندگان طالبان در دوحه پیشنویس توافقنامه صلح را با طالبان نیز شریک ساخته است. طرح مشابهی که در کابل به سیاستگران افغان نیز شریک ساخته بود. منابع نزدیک به طالبان با ابراز این مطلب میگویند که تحرک های پسین امریکا در روند صلح برای طالبان پذیرفتنی خواهند بود. عبدالسلام ضعیف سفیر دوره طالبان در اسلام آباد در این باره بیان داشت. فعالیت های اخیر امریکا و فرستادن نامه به افغانستان نشان دهنده این است که امریکا به جدیت درباره موضوع افغانستان دلچسپی دارد و میخواهد که موضوع افغانستان سریع حل شود. با باور آقای ضعیف، طالبان و امریکاییان اکنون روی یک طرح درباره کاهش خشونت ها نیز بحث میکنند. عبدالسلام ضعیف میافزاید میان امریکا و طالبان کار روی طرح هم جریان دارد که چیگونه بتواند خشونت ها کاهش یابند، زندانیان طالبان رها شوند و نام های رهبرانشان از فهرست سیاه بیرون شوند و در این باره پیشرفت های هم شده است. این در حالی است که روز سه شنبه 9 مارچ وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که قرار است تا 9 روز دیگر نشست مشورتی صلح افغانستان در مسکو با حضور داشت نمایندگان امریکا، چین، پاکستان، دولت افغانستان، گروه طالبان و سیاستگران افغان برگزار شود. 27 مارچ ضرب الاجل امریکا برای آغاز نشست استانبول. خبرگزاری 8 صبح. همزمان با ادامه بحث‌ها روی طرح امریکا و نامه وزیر خارجه آن کشور، منابع معتبر در حکومت بر روزنامه 8 صبح میگویند که قرار است نشست شبیه نشست اول بن در 27 مارچ در شهر استانبول برگزار شود. این نشست با رهبری سازمان ملل متحد برگزار می شود و همه کشورهای دخیل در روند افغانستان از جمله کشورهای منطقه در آن اشتراک می کنند. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان در حال حاضر مصروف ریزنی با کشورهای منطقه است تا زمینه برگزاری نشست را در زمان تعیین شده فراهم کند. امریکا به طرفهای درگیر در افغانستان تنها چند روز فرصت داده است که در مورد طرح پیشنهادی این کشور تصمیم بگیرند. هرچند طالبان هنوز دیدگاهشان در این مورد را همگانی نکردند، اما قرار است حکومت در جریان روزهای آینده در این مورد تصمیم بگیرد. این تصمیم در نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی گرفته خواهد شد. بدین ترتیب بحث‌ها در نشست استانبول مطلوب به ایجاد یک دولت انتقالی صلح است تا زمینه را برای تسریع روند صلح فراهم کند. پیشتر حکومت با بحث دولت انتقالی صلح مخالفت کرده و گفته است که با وجود قانون اساسی به هیچ طرح و وثیقه دیگر نیاز نیست. از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.